با درود خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز مردم تیوی خبری الان به دستم رسید که هم میتونه برای خیلی خبر خوبی باشه برای خیلی از ارازل که الان ناراحت هم میدونم چون طرفدار زیاد داشت تو ارازل و باش هانی رو زدنش یه بار دیگه دو سال پیش زده بودنش دو سه سال پیش تا مرگ رفت ولی باز برگشت اینا شانس هم دارن دیگه ریه های سوراخ شد خورد بغل قلبش چاقو هزار شد کلیه هاش کار افتاد بازم خوب شد بازم برگشت بازم هم همون کارا رو ادامه داد حمله کرد به تماشاگرای استقلال طرفدار تیم استقلال بود کتکشون میزد بیرون حمله میکرد به مردم رژیم پشتش بود خیلی توی این شلوغی ها و اعتراضات هم خیلی به رژیم کمک میکرد امروز توی بهشت زهرا برای ختم رفیقش رفته بوده که با چاقو و گلوله و اینا این دفعه زدنش قشنگ حالا من رو دارم نمیدونم میذارم یه خورم تارش میکنم چون یوتیوب گیر نده دیگه یه خبری هم از پلیس براتون بخونم که رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران از درگیری ارازل در بهشت زهرا خبر داد رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران سرهنگ راستی امروز سهشنبه 19 دی ماه در گفتگو با فارس از مستومیت یکی از ارازل سطح یک تهران در بهشت زهرا خبر داد هی میگن ارازل سطح یک مثل راحت برای خودش تو شهر میگشت این بر اون میرفت مردم و عذیت میگه کاریش نداشتن چون آخرین باری که زندان بود برای شروعی فکر کنم سال 88 بود که به شرط اینکه که مردم بزنه اومد بیرون قشن کارش هم انجام داد بعد میگن وحید مرادی هم میگن به دستور این تو زندان کشته شده برای همین هی میزننش هر سری دیگه بعد همش هم اینجا این هم خبراشون صد دفعه می نویسن رئیس مرکز عملیات پلیس تهران حال میدن به یارو نمیگن آقا حالا اینجوری شده حتما باید اسم یارو رو بیارن که یه حال یه شیتی یه چیزی در بدن دیگه در ساعت 13 روز جاری مراسم تدفین یکی از ارازل سطح یک در بهشت زهرا در حال برگزاری بود که سایر ارازل و اوباش نیست در این مراسم حضور داشتند وی افسود همون سرهنگ دوباره دیگه نمیخونم من در حین انجام این مراسم دو گروه از ارازل که اختلاف قدیمی با هم داشتند که به احتمال زیاد سر همین وید مرادی بوده با هم درگیر شده که بر اثر درگیری مسلحانه یکی از ارازل سطح یک هانی کرده با یک گلوله به پای چپ و چهار ضربه چاقو به سر و کمر مصدوم شد گلوله خورده تو پاش این این بمیر نیست یعنی خرشانس هم هستن دیگه این بمیر نیست حالا امیدوارم که دیگه این دفعه بلند نشه سرهنگ راستی دوباره سرهنگ راستی سرهنگ راستی با بیان اینکه تلاش برای دستگیری عوامل درگیری مسلحانه ادامه دارد از انتقال مستون به بیمارستان در جنوب تهران خبر داد سریع هم انتقالش نحالش هم خوب میکنه تا خبر بعدی بدرود